درود بر بینندگان و شنوندگان این برنامه، برنامه زرتشته و من آرتمیس علی‌آبادی هستم. این برنامه کاریست از جنبش نوزایی ایرانی و رنسانس ایرانی و در این برنامه مانند برنامه های دیگه در باره هر آن چیزی ما گفتگو میکنیم که به محدوده و حوزه فرهنگ و تمدن ایران بزرگ مربوط میشه، من جمله باور یا آیین مزدیسنا یا باوری که ما امروزه اون رو به عنوان آیین زرتشت میشناسیم. مهمان امروز برنامه من جناب آقای دکتر شهرستانی هستند که در برنامه های پیشین هم با من بودند و از سیدنی استرالیا اینجا مهمان ما هستند. درود بر شما آقای دکتر، درودی داشته باشید با بینندگان برنامه تا وارد جستار امروز بشیم. به نام نامی سرزمین اهورایی ام ایران و به نام آزادی، به راستی که در دنیا هیچ چیز سپندینه تر یعنی مقدس تر از نام میهنم وجود ندارد و هیچ گوهری نیز گرانبهاتر از آزادی نیست. درود من به شما بانو آرتمیس گرامی و درود به همه بینندگان برنامه برجاوندتون در شبکه جهانی تلویزیون پارس. بسیار خرسند و شادمانم که در این برنامه به همراه سرکار مهمان کانون گرم خانواده‌های ایرانی در سراسر گیتی هستیم، به ویژه اونهایی که در ایران میزبان ما هستند. سپاسگزارم. همین گونه است که می‌فرمایید. امروز ما می‌خوایم درباره داده‌های باور یا آیین مزدیسنا به جهان گفتگو بکنیم. احتمالاً بینندگان می‌دونن که بنیانگذار آیین مزدیسنا زرتشت سپیدمانه و ایرانیان هستند که این آیین رو پس از در واقع درگذشت زرتشت اون رو به عنوان آیین زرتشت شناختند. ما می‌دونیم که زرتشت ایرانی بوده، زبان ایرانی داشته و در فرهنگ ایرانی بالیده. زرتشت خردمند در واقع نخستین فیلسوف جهان شناخته میشه و اگه بخوایم زاد سال این ابرمرد رو در واقع بدونیم، به روایتی 3700 و اندی سال و حتی برخی اون رو تا 8000 سال پیش هم میدانن. اما اگر همون حتی 3700 و اندی سال رو درست بدونیم، باید باز بدونیم که زرتشت بیشتر از 1000 سال پیش از ارسطو و افلاطون که بنیانگذاران فلسفه در غرب شناخته می شدن زندگی کرده و اونگونه که پژوهش‌هاشون داده از اندیشه و فلسفه زرتشت بنیاد باورها و تحلیل‌های خودشون رو به اندازه بسیار زیادی وام گرفتن و زرتشت بر اندیشه فلسفی ارسطو و افلاطون هم تأثیر بسیار زیادی داشته. نخستین داده‌ای که من میخوام امروز در برش باهاتون گفتگو کنم اینه که زرتشت یزدهای گوناگون یا ایزدهای گوناگون رو کنار گذاشت و یکتا آفریدگار رو برای جهان در نظر گرفت که این تا پیش از زرتشت در جهان سابقه نداشته. واژه اهورامزدایی که زرتشت در نظر گرفت در واقع در سانسکریت اسورا بوده، به چم یا به معنای دانا، و مزدا هم به چم یا به معنای بزرگه و بنابراین اهورامزدا یعنی بزرگترین دانا یا دانای بزرگتر هست و در واقع مزدا اهورا یک آفریدگاری برای ایرانیان بوده که بزرگترین دانا محسوب می شده. در واقع زرتشت میگه اون چیزی که ما به عنوان آفریدگار این جهان باور داریم یک دانای بزرگه، کسی که بیشتر می داند می تواند آفریدگار یک تا این جهان باشه، نه کسی که مثلا از همه قوی تره یا زورش بیشتره یا هر کاری که بخواد با جهان و جهانیانی که در اون زندگی میکنن بکنه. بنابراین به نظر میسه این برترین داده آیین مزدیسنا به جهانه که مردم جهان یک آفریدگار رو بشناسن به عنوان نیروی برتر این جهان و اون هم کسی نیست جز کسی که بهتر و بیشتر از همه میدونه. حالا ببینیم که جناب آقای دکتر شهرستانی نظرشون در این باره چیه؟ بله، همونطور که سرکارم فرمودید، من در همین بیانات شما به این نتیجه رسیدم، توی ذهنم این رو داشتم الان پرورش میدادم که در واقع به راستی اگر این زرتشت، این آموزگار بشریت در هزاران سال پیش از میلاد، در شرایطی که انسان‌ها فاقد هر گونه قانونی برای زیستن بودند، به کمک بشر نیامده بود و چنین آموزه‌های
مفید و سودمندی رو برای انسان‌ها پس از خودش به جای نمی‌گذاشت، سرنوشت بشر امروز به کجا ختم می‌شد؟ اگر امروز ما می‌تونیم پس از هزاران سال بدون کوچکترین تردیدی بر پایه‌های سخن او شالوده و پایه‌های زندگی خودمون رو و مقام انسانیت و ترقی بشر رو استوار نگه بداریم، این خودش نشان دهنده یک درایت و خردی در پشت این صحنه میتونه باشه. یعنی کسی که تونسته این فرهنگ رو برای ما به میراث بگذاره و ما تونستیم در واقع به وسیله اون پایه‌های انسانیت رو استوار نگه داریم. امروز اگر ما میبینیم که پایه‌های انسانیت در بین بسیاری از مردم همچنان استوار مونده، این در واقع اون پشتوانه است که او به انسان‌ها داده. اگر شخصیت ارجمندی چون زرتشت از سرزمین ما بر نخواسته بود، امروز معلوم نبود که حتی در جامعه خود ما مردم چه شرایطی رو می‌داشتن. حالا جوامع دیگر رو که از همین فرهنگ سرچشمه گرفتن رو اگر نخواهیم مثال بزنیم، جامعه خودمون رو فقط بگیم، اینها امروز چه سرنوشتی رو ممکن بود داشته باشن. یکی از مهمترین آموخته‌های زرتشت به انسان‌ها این بود که او در واقع مالک سرنوشت به انسان آموخت که مالک سرنوشت خودش هست و اراده آزاد داره در پیدا کردن راه خودش و سرنوشتش، و اون میتونه بین دو نیروی پاکی و پلیدی که سپنتامینو و انگرمینو نام گذاشته یکی رو انتخاب کنه و حتی اون رو مورد توجه خودش قرار بده و یکی را بر دیگری در واقع برتری بده. اینجا لازم میدونم که یک اشاره‌ای داشته باشم که برخی اشتباهاً این دو نیرو رو خدا تصور میکنن. انگرمینو در گویش فارسی به اون اهریمن میگن و در زبان دیگر شیطان هم بهش گفته میشه، یعنی منش بداندیشی و ویرانسازی که در نهاد انسانها پیدا میشه، که از دانایی بهره‌ای نداره و از احساس ناپاک و پندارهای نادرست در واقع بهره میگیره. این میتونم خلاصه ای از این رو به این شکل اشاره کرده باشم و میتونم اشاره بکنم که هر کسی که دانا باشه به جای انگرمینو منش پاک و سازنده یعنی سفنتامینو رو در نهاد خودش بارور بکنه و پدیدار بکنه، او بنابراین نشون میده که خالق خودش رو از چه راهی داره شناسایی میکنه و از چه طریق میخواد به باورهای خودش در واقع قدرت ببخشه. و همچنین عکس این رو، بداندیش رو هم همچنین میشه با همین تصورات کرد، اما با تصور به این که او بداندیشه و دیگری نیکندیش، نشانه این نیست که خدای او و خدای او بداندیش متفاوت هستند. اهورمزدا در جایگاه خودش در واقع آفریدگار هر دوی اون میتونه باشه. این چیزی که برخی فکر میکنن که انگرمینو هم یک خداست، در حالی که کمی بعدا توضیح میدیم. برای قبل از اینکه ما وارد این جستار انگرمینو و سپندامینو بشیم، زرتشت یکی از دستاوردهای دیگه آینه مزد یسنا کتاب گادهایی است که زرتشت سروده هایی رو به خداوند پیشکش میکنه. یعنی زرتشت انقدر دلداده اهورامزدا میشه که براش گرگونه هایی رو میسرایه و پرسش های فلسفی خودش رو در واقع در باره هر آنچه که در این جهان و روابطی که در جهان وجود داره مطرح میکنه. این گادها از این نظر ما میگیم که از بهترین دستاوردهای زرتشت بوده، برای اینکه زرتشت یک انسان خردمند و دانشمندی بوده. وقتی که نگاه میکنه به پیرامون خودش، در جهان یک هنجار یا یک قوانینی رو مشاهده میکنه و بعد میاد میگه که این جهان بر مبنای این اصول یا این قوانین که اونها رو عشا مینامه. عشا در واقع همون چیزی است که باز در زبان سانسکریت عصا نامیده می شده، عصا یا عشا،
این اون چیزی رو که بهش هنجار هستی یا قوانین حاکم بر هستی که سیستماتیک جهان رو به حرکت در میاره رو برای نخستین بار این زرتشت هست که در جهان بهش اشاره میکنه و میگه که هر آنچه که عشا دارد هنجار دارد و نیک است و خوب است و به راستی جهان را به بهترین وجه میگرداند. هر آنچه که عشا ندارد یا ان عشاس، ان پسوندی است که به هر چی اضافه می شده معنی منفی ایجاد می کرده. ان عشا که بعدن شد آنارشی، واژه آنارشی در غرب از آناشا رفت به اونجا و معنی هرج و مرج رو پیدا کرد، بد است و ناهنجاری است و خداوند یا آفریدگار ان عشا را دوست ندارد. بنابراین یکی از کارهای جالبی که زرتشت میکنه اینه که هنجار هستی رو معرفی میکنه به جهانیان و میگه چیزی به نام عشایی که حالا اسمش رو میذاره عشا در جهان وجود دارد و اون چی که هرج و مرج هست بد است و عشایی نیست. یکی از چیزهایی که جناب دکتر شما اشاره کردید همین انگر مینو یا سپنتا مینو باز از داده های همین باور مزدی اسنا به جهانه، به این معنا که سپنتا خب یعنی نیک و مینو یعنی سرشت، سرشت نیک سپنتا مینو و انگر مینو یا سرشت انگری، انگری همون خشمگین یا بده، واژه انگری هم بعدا در انگلیسی از زبان فارسی رفته، انگر مینو که شما در اوستا در گاتا خیلی میبینید به معنی سرشت بده. در واقع نیک رو در برابر بد گذاشتن، یعنی مفهوم نیکی و بدی رو در مقابل هم گذاشتن از داده های آینه مزدی اسناس به جهان. پیش از اون ما در آینه مهر روز رو در برابر شب داشتیم، ولی الزاماً روز و شب به معنی خوب و بدی نبوده، روز در برابر شب بوده. اما این نخستین بار در جهان هست که میبینیم زرتشت میاد مفاهیم نیک و بد رو مفهوم میکنه برای مردم که نیک ها چه ها هستن، بد ها رو ما احتمالا به چه چیزهایی میگیم، به اصطلاح هم هنجار ها و ناهنجار ها، و اینها رو که در برابر هم میذاره اون وقت به انسان آزادی گزینش که باز جناب دکتر شهرستانی در برش گفتگو کردن رو به انسان میده و میگه انسان آزاد که آزاد آفریده شدی و آزاد باید برگزینی این نیک ها و این بد ها و با آزادی گزینش خودت بین این سپنتا مینو و انگر مینو برگزین و تو آنچه که میگزینی زندگی تو میشه و پس از مرگ تو میشه حتی، یعنی بر مبنای نیک و بدی که خودتون انتخاب میکنید نه بر مبنای اون چیزی که خداوند برای شما حالا میگذاره، بعد میگه شما این کارها رو بکنید حالا میرید بهشت، این کارها رو نکنید حالا میرید جهنم. زرتشت میاد میگه چنین چیزی نیست، این نیک ها و این بد ها در جهان وجود دارن به عنوان هنجارها و ناهنجارهای هستی و شما خودتون انتخاب کنید میخواید توی کدوم سطح و با کدوم شیوه زندگی کنید و پس از مردنتون هم روان شما آن چیزی است که در این دنیا شما باهاش زندگی کردید و کارهایی که انجام دادید. درست میگم جناب شهرستانی؟ بله، در واقع میشه گفت که خالق نیکندیشی و بداندیشی خود انسانه، انسان نیکندیش و بداندیش در واقع هر دوی اینها دارای یک آفریدگاری هستند به نام اهورمزدا که اون جایگاه خودش رو داره و از سرچشمه این در واقع دو گوهر ناهمگون که هر دو در واقع میشه گفت یک نیرویه که فرایند هستی هم هستن، مثل مثلا همون شب و روزی که شما فرمودید، مثل نیکی و بدی، مثل منفی مثبت و منفی، مثل کنش و واکنش، یا مثل کشش و رانش، گرمی و سردی، یا تز و آنتی تز، سیاهی و سفیدی، و نمونه های فراوانی رو میشه در زندگی از اینها یاد کرد. به هر حال وقتی که به این مسائل میرسیم، من وقتی شما این رو میفرمودید به یاد سوده از فریدون مشیری افتادم در رابطه با اون موضوع گرگ درون. یک سروده ای داره در رابطه با گرگ درون که در واقع میخواد خوبی ها و بدی ها رو در انسان تفکیک بکنه. من درست الان خاطرم نیست ولی به ذهنم اومد که یک سروده ای داشت که هر که گرگش را در اندازت به خاک، رفته رفته میشود انسان پاک، هر که با گرگش مدارا میکند خلق و خوی گرگ پیدا میکند. یعنی وقتی باز میگردیم میبینیم که در هزاران سال پیش از میلاد زرتشت اومده چنین سخنانی رو گفته
و در واقع شما رو باز داشته از بدیها و آموخته‌هاش این بوده که به شما بیاموزه که اگر به سوی خوبی‌ها پیش برید میتونید مسیر زندگی سالم و راحت و آسوده‌ای رو برای خودتون چه در دنیا و چه در آخرتتون فراهم بکنید. ما میبینیم این مسیر ادامه پیدا کرده، میرسه تا به فریدون مشیری سرود سرای معاصر که همین موضوع رو میاد یکی از سروده‌هاش قرار میده. حالا اگر در ادامه برنامه فرصتی شد من این سروده رو پیدا میکنم. من فکر میکنم بسیار سروده جالبیه، میتونیم از این سروده بهره ببریم و بینندگانمون هم یک بار براشون یادآوری بشه. چه بسا بسیاری میدونن ولی یک بار دیگه یادآوری بشه. سپاسگزارم. یکی دیگه به نظرم از داده های آیین مزدی اسما به جهان اینه که ما در دوران آیین مهر، هنگامی که همه ما ایرانیان مهری بودیم و مهر رو نیایش میکردیم و ارج میذاشتیم به عنوان برترین انرژی بخش جهان، چهار گوهر آب و خاک و باد و آتش رو به عنوان گردونه میترا یا همون چیزی که سواستیکا مینامیدیم به عنوان نگهبانان میترا اینها رو قبول داشتیم. زرتشت سپیدمان کاری که کرد اومد گفت این چهار گوهر یا این چهار آخشیج که در روی زمین در واقع عناصر زمین هستن، این چهار عنصر آب و باد و آتش و خاک، نگهبانان میترا نیستن. اینها رو اهورامزدا ایجاد کرده در روی زمین و فرزندان این زمین رو، یعنی فرزندان خودش رو اهورامزدا در واقع آفریده های خودش رو در روی زمین مسئول نگاهبانی از این چهار عنصر قرار داده. در واقع یعنی این جهان رو آفریده، این هستی رو آفریده و نگهبانی و نگهداری از همه عناصرش رو انسان رو شایسته اون دونسته که بذاره به عنوان همکار خودش برای نگهداری و به اصطلاح هنجار بخشیدن با اون چیزهایی که هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرزندان اهورامزدا، یعنی باورمندان به آیین مزدی اسنا، در واقع به آیینی که پروردگارش اهورامزدا هست، مسئول هستند که زمین رو آبیاری کنن، زمین رو کشاورزی کنن، آبادسازی کنن، کانات کشی یا قنات کشی، همون کان به معنی مجرای آب که بزرگترین واقعا سیستم آبیاری جهان و قدیمی ترینش و بسیار توش اندیشه و مغز به کار رفته. این سیستم هنوز در بسیاری از نقاط جهان به عنوان برترین سیستم های آبیاری استفاده میشه. اینا رو مثلا اعتقاد داشتن ایرانیان باید فرزندان اهورامزدا ایجاد کنن برای اینکه کشاورزی و آبادسازی جهان ادامه پیدا کنه. از سوی دیگه باید هوا رو آلوده نگاه ندارن برای اینکه نگهبان هوا که آیور باشه، که بعداً واژه ایر از اون اومد به انگلیسی، آیور خوشنود بشه از اینکه فرزندان اهورامزدا دارن نگه میدارن هوا رو. همین گونه آتر یا آتش، آتر پادهایی باید باشن یا آتش بانانی باید باشن از فرزندان اهورامزدا که آتش رو در روی کره زمین پاسداری و نگهبانی کنن. و به همین صورت اعتقاد داشتن که، یعنی این باور مزدی اسنا این اعتقاد رو ایجاد کرد که انسان همکار اهورامزدا در نگهداری تمام عناصر و تمام آن چیزهاییست که هستی از اون تشکیل میشه و روی کره زمین و در تمام کائنات ممکنه وجود داشته باشه. این یکی از داده های بسیار برتر آیین مزدی اسناست که شما در هیچ آیینی نمیبینید چنین چیزی. در آیین مزدی اسنا ما این حالت همکاری و همسطح بودن اهورامزدا و انسان‌ها رو در کنار هم، رابطه تنگاتنگشون رو می‌بینیم، در حالی که شما در باورهای دیگر همیشه آفریدگار بالاست و انسان پایینه. انسان یا برده است یا بنده است یا یعنی به اصطلاح گوسفنده که شبان باید اونها رو نگهداری کنه و راه ببره و انسان معمولاً خوب و بد خودشو نمی‌دونه. همون گونه که شما می‌بینید در آیین اسلام همیشه میگه شما عقلتون نمیرسه، شما نادانی، شما نفهمید، شما باید تسلیم باشید به اون چیزی که ما به شما دیکته میکنیم. برای این در آیین زرتشت این خرد رو برای انسان قائل بودن، این آزادی گزینش رو قائل بودن، این ارزش انسانی رو و مسئولیت به انسان دادن در روی کره زمین و از انسان خواستن که تو همراهی کن برای آنچه که ما به تو دادیم، نگهدارش باش، نگهبانش باش، باز از داده های آیین مزدی اسناست. حالا شما نظر خودتون رو خواهش میکنم بفرمایید جناب دکتر شهرستانی. عرضم به حضورتون که
این نشانه خرد این آموزگار بشریته که انسانها رو در باورهاشون به مشارکت دعوت کرده و اونها رو در واقع پاسدار اون چی که با خردش یافته بود کرد. ببینید شما اگر احساس مالکیت در مورد یک چیزی بکنید توجهتون به اون خیلی بیشتر میشه و در نگهداریش بیشتر کوشش میکنید، به خاطر اینکه خودتون رو سهیم میبینید در اون در مالکیت اون. اما اگر در مالکیت او سهیم نبودی، خب فقط ازش استفاده میکنید با سود بردن و بهره بردن از اون، عمرش کاسته میشه و از بین میره. شاید یکی از دلایلی و بدون تردید یکی از دلایلی که نخستین یکتاپرستان تونستن هزاران سال هنوز پایدار و استوار بمونن همین باشه که اینها در مشارکتی که در باورهاشون داشتن علارغم همه آسیب‌هایی که در طول تاریخ بهشون وارد شده تونسته پابرجا بمونه. این نشانه خرد اون آموزگاره. و اما در مورد این که باورها رو به در واقع برخی اشتباه گرفتن و برخی این آزادی در به دست آوردن باورشون و انتخاب باورشون رو ندارن و فکر میکنن که دارن، اینا مسائلیه که باید امروز بیشتر بهش توجه بشه. وقتی شما در مورد آزادی باور میفرمودید الان، من به خودی خود توی ذهنم اومد که امروز با هر مسلمانی اگر شما در رابطه با آزادی باورش صحبت بکنید، میدونید که اونطوری که نمیدونم چجوری باید مطرح بکنم که برخی از این موضوع بداندیش نباشن، ولی میتونم اینطور بگم که زمانی که قرآن رو تدوین میکردن هنگام صدور قرآن به بعضی از همین مسائل اشاره شده، یعنی این سروده های زرتشت رو، فرمایشات زرتشت رو سعی کردن ازش بهره ببرن، اما شاید به دلیل اینکه یا در اون صحرای عربستان مردمش از درک و شعور بالایی برخوردار نبودن، نمیتونستن اونجور که باید و شاید این رو انتقال بدن، تلاش کردن اون رو به اشکال گوناگون و با فرهنگ بومی اون منطقه در واقع گسترش بدن و به یه شکلی در از اون بهره ببرن. بسیار خوب. من قربان، ما میتونیم بریم میان برنامه ببینیم، بازگردیم ادامه این جستجو. بله بسیار خوبه، چون این موضوع رو من میخواستم با یک آیه مشابه در واقع تطبیق بدم. خوبه که تا برگردیم من این رو بتونم یک نگاهی هم بهش بکنم که مسلط‌تر بشم. سپاسگزارم.